رستم و سهراب نماینده انیمیشنی ایران روی پرده‌های سینمایی جهان. سرداری که در موردش بحث می‌کنی یه مرد معمولی نیست. این بار داستانی کاملا ایرانی از کتاب کهن ما شاهنامه فردوسی در راه اکران بین المللی است، اتفاقی که معمولا برای آثار برتر انیمیشن جهان رخ می‌دهد. حدودا از یک سال پیش به این فکر افتادیم که این شخصیت ها میتونن تبدیل بشن به جانشین های خوبی برای شخصیت های غربی. این نبرد رستم و سهراب با بتمن و اسپایدرمن است که با تولید و توزیع لوازم و تحریر با عکس های مرتبط با این انیمیشن قلب بچه ها را تسخیر میکنه. عروسک های سه شخصیت رستم و سهراب و تهمینه تا حدود یک هفته ده روز دیگه وارد بازار میشه. برای ساخت این فیلم که کارگردانی آن به عهده کیانوش دالبند است، حدود 100 هنرمند عرصه انیمیشن کشور تخصص و مهارت خود را نشان دادند. وقتی که خودمو به جای یکی از شخصیت‌های داستان که مربوط به یکی از اسطوره‌های ایران هستش قرار میدادم، احساس غرور و افتخار واقعا به دست میداد. یک کاراکتر ضمن اینکه داره صحبت میکنه و چهرهش بیانگر حالات و احساساتش هست، در واقع میتونه حرکات رزمی، حرکات جهشیش هم انجام بده. پدرت یه مرد معمولی نیست، اون در قدرت و شهامت بی همتا است. نشریه جهانی و تخصصی انیمیشن مگزین در ویژه‌نامه بازار فیلم کن خود در دو صفحه به توصیف این اثر و قابلیت‌های جهانی آن پرداخته و با عنوان حماسه پارسی نوشته است: شاهنامه فردوسی الهام بخش انیمیشن سه‌بعدی جدید رستم و سهراب است. این مهره نشان خانوادگی ماست، پیش خودت نگهش دار. اگه بچه دختر بود اونو به موهاش ببند، اگه پسر بود به بازوهاش ببند. خلق این اثر متفاوت راهگشای حضور سایر تولیدات ایرانی و رقابت آنها با انیمیشن های جهانی است. انیماتورهای ایرانی بسیار بسیار پتانسیل ساخت کارهای قوی در حد آن چیزی که در هالیوود ساخته میشه رو دارند. دستان پیر و ناتوانم را قدرتی دوباره ببخش. اما تهیه کننده این پویانمایی در تقاضای حمایت رسانه ملی از این اثر میگوید: سریال داستان‌های شاهنامه از اوایل تابستان آینده برنامه داریم به صورت دیویدی عرضه بشه. رسانه ملی هم حمایت کرد، خیلی کمک میکنه به اینکه این شخصیت‌ها باز هم بومی‌تر و فراگیرتر بشوند بین کودکان ایران. سنگرج ها را از سرزمینم کوتاه کنم.